دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه مشکلی پیش اومده، من نمیتونم آی دکتر رو نمیشه دعوت کنم بالا بیاد. آقای دکتر یک مشکلی پیش اومده، من دوباره برم بیام. دوستان عزیز سلام، سلام آقای دکتر. سلام سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شما، خدمت دوست و سرور گرامی جناب آقای دکتر جان و حضار محترم. خیلی خوشحالم در جمع دوستان هستم. سلام آقای دکتر مطلوب‌کاری، سلام آقای مهرابی، شب شما بخیر باشه. به حضار محترم هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. سلام بر شما اساتید گرامی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این نشست حضور به هم رسوندید. من خدمت تمام بینندگان و شنوندگانی که در این لایو هستن سلام عرض می کنم و به تمامی دوستانی که بعدا این لایو رو می بینن یا می شنون هم سلام و عرض ادب دارم. از دو مهمان عزیزم جناب آقای دکتر پدرام جم، استاد عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، و آقای دکتر مطلوب‌کاری فارغ التحصیل دکترای دانشگاه تهران هم ممنونم که دعوت انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی و مؤسسه نیمروز رو پذیرفتم و در این نشست حضور به هم رسوندم. بازم از همه تشکر میکنم، تمام کسانی که در این لایو حضور دارن، و اگر اساتید عزیز سلام علیکی با بینندگان و شنوندگان دارن، ما شما سلام علیکیتون بفرمایید، بعد بریم سر موضوع هست. من به نام خدا میگم. امروز مطلع شدیم که آقای دکتر سیدعلی اصغر محمود آبادی استاد دانشگاه اصفهان از متاسفانه از دنیا رفتند. خبر تلخی بود، روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. و خوبه که این جلسه رو، مجلس رو ما تقدیم کنیم به روح ایشون، با این امید که صحبت‌های ما شاید سازنده باشه برای ارتقا و پیشرفت مطالعات ایران باستان. بنده هم به نوبه خودم تقدیر عرض می‌کنم خدمت دوستان گرامی. بسیار متاسف شدم، امیدوارم که روحشون در مینوی بر این جایگاه باشه. خدمت شما و دوست و سرور گرامی جناب آقای دکتر جم سلام عرض می‌کنم، خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه زنده هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث سازنده‌ای داشته باشیم در خدمت شما. حتما همینطور خواهد بود. من اون وقفه ابتدایی هم که پیش اومد، نمیدونم یه مشکلی تو ابتدا پیش اومد، از اون بابت عذرخواهی میکنم از بینندگان و شنوندگان و میریم سر موضوع اصلی، آسیب شناسی مطالعات ایران و باستان در دانشگاه ایران. که حالا من از دوستان خواسته بودم تو این چند روز سوالاتی برام بفرستن، دوستان سوالاتی فرستادن و میخوام سوال اول رو حالا هر کدوم از اساتید گرامی که خودتون ترجیح دادید به این سوال پاسخ بدید و بریم جلوتر. البته از همراه با این سوال میخوام ابتدا یک آسیب شناسی ابتدایی هم داشته باشید در حد 1 رو 20 دقیقه، هر چقدر حالا خودتون خواستید ابتدا به این مورد بپردازید، بعد بریم دونه دونه سوالات رو جلوتر که حتما دوستانم سوالی دارن. خب سوال اولم یا همون موضوع اصلی که آسیب شناسی مطالعات ایران باستان در دانشگاه ایرانه، میخوام بگم آسیب شناسی نظام آموزشی تاریخ چیه؟ اول سوال اول همینه و میخوام در همین راستا حالا ابتدا در حد همونطور که گفتم خودتون هر چقدر ترجیح دادید به این موضوع بپردازید. آقای دکتر مطلوب‌کاری بفرمایید. بنده شنونده هستم قربان، اجازه بدین از بیانات شما مستفید بشیم، بعد بنده در خدمت هستم. خواهش میکنم.
بسیار خوب، اگر ایرادی نداره من اجازه بدید پس بحث رو شروع بکنم. اجازه بدید برای اینکه وقت گرفته نشه بریم سر اصل مطلب و تا جایی که ممکنه از حواشی خودداری بکنیم. من اگر خیلی ساده بخوام در مورد مسائلی که مشکلاتی که مطالعات ایران باستان داره در ایران صحبت بکنم، میگم که دانشیه که با تعداد زیادی اسناد تاریخی به زبانهای مختلف سر و کار داره، از اکدی و ایلامی بگیرید، یونانی و لاتین بگیرید، زبانهای باستانی ایرانی بگیرید. این یک طرف قضیه، و دوم اینکه ما با دانشی یا دانشهایی سر و کار داریم که متاسفانه خیلی بومی نیست، یعنی به عبارت دیگه هموطنان خیلی در پیدایششون و پیشرفتشون خیلی نقش نداشتند، و به عبارت دیگه تحقیقات هم پس به زبانهایی غیر از زبان فارسی عموما صورت گرفته. البته وضعیت از این لحاظ در حال تغییره، در سالهای اخیر خوشبختانه خیلی تغییر کرده، ولی نمیشه انکار کرد که تو خیلی از این حیطه‌های مطالعات ایران و باستان همچنان ما ایرانی ها خیلی کمرنگ ظاهر شدیم. پس مسئله اساسی اینه که ما با مطالعاتی سر و کار داریم که زبان اسناد متنوع و تحقیقات هم عمدتاً غیر فارسی است. این یک مسئله. ما چند شب پیش با آقای دکتر مطلوب‌کاری با همدیگه و آقای دویرهاوی بود عذرخواهی میکنم، با همدیگه یک گفتگویی کردیم برای اینکه ببینیم چگونه میتونیم جمع‌بندی بکنیم مسائل رو و در مورد چه مسائلی صحبت بکنیم، و بنابر این شد که بیشتر از زاویه دید مسائل آموزشی به مسئله نگاه بکنیم. به این مسئله از زاویه دیدهای مختلف میشه نگاه کرد، از زاویه دید تحقیقات بهش میشه نگاه کرد، از زاویه دید مسائل تئوریک بهش میشه نگاه کرد، از زاویه دید گفتمانهایی که ممکنه تأثیر داشته باشن رو مطالعات ایرانی که در ایران هست. ولی ما قراره اینها رو فعلا کنار بذاریم و فقط از یک جنبه به مسئله نگاه بکنیم. اگر لازم شد، که به نظرم بسیار بحثای ضروری هستند، در جلسات دیگه ما در مورد موضوعات دیگه، موضوعات پژوهشی و موضوعات تئوریک هم صحبت خواهیم کرد. اگر ما بخوایم این مسئله اساسی و صداتون یه لحظه نیومد. الان صدای من داری؟ بله. در حقیقت میگم اگر من بخوام از زاویه دید آموزشی به این موزل اصلی نگاه بکنم، باید بگم که ما چند تا مسئله مهم داریم. اول اینکه به عنوان معلمی که من میرم سر کلاس، اول ممکنه به اندازه کافی سطح کیفی لازم رو نداشته باشم برای تدریس. من میگم چرا ممکنه نداشته باشم و چرا همه ما ممکنه در چنین شرایط قرار بگیریم در ایران، دلیلش رو میگم. دوم اینکه ممکنه من ابزار کافی و لوازم کافی نداشته باشم برای تدریس آن چیزی که لازم هست، و سوم اینکه دانشجو ممکنه دانشجویی که لازم هست در کلاس نباشه به دلایل مختلف. مثلا فرض کنید، همین، بذارید از سومی شروع کنم، از مسئله دانشجو شروع بکنم. یک مسئله بسیار بزرگ اینه که ما علومی که دانشهایی که اصولا اروپایی ها یا غربی ها توسعه دادن رو چگونه میتونیم بومی بکنیم، چگونه میتونیم به دانشجوهامون آموزش بدیم، اون هم در شرایطی که بسیاری از دانشجویان ما زبان نمیدونند. دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری البته وضعیت فرق میکنه، ولی ما تا حتی دوره کارشناسی ارشد با این مسئله زبان خارجه به شدت گریبانگیر هستیم، اون هم در شرایطی که حتی معمولا دانستن یک زبان خارجی هم چه بسا اصلا کفایت نکنه و کافی نباشه. و دوم اینکه در شرایطی که امکانات بسیار ناکافی داریم در کلاس ها، البته الان در دانشگاهی که من هستم وضعیت تا حدی تغییر کرده، امکانات اینکه ما فایل های مولتی میدیا رو اجرا بکنیم در سر کلاس رو داریم، ولی چند سال پیش این امکانات هم به سختی مهیا بود. الان تا حدی وضعیت تغییر کرده، ولی حقیقتا اینه که ما به عنوان معلم خیلی آشنا نیستیم با این روش ها، خیلی با تکنیک های جدید آشنا نیستیم، به راحتی نمیتونیم از فناوری استفاده بکنیم. این یک مسئله بسیار بزرگه. و مسئله، اگر به مسئله اول یعنی مسئله استادان و کیفیت تدریسشون من بخوام بپردازم، اینه که
یک مسئله بسیار جدی وجود داره، به عنوان یک معلم دانشگاه دارم صحبت میکنم، و اون مسئله جدی اینه که در سیستم آموزشی که ما درش تدریس داریم میکنیم، ما ناگزیر هستیم که یک تعداد واحد مشخصی رو در طول ترم تدریس بکنیم. برای استادیاران 12 واحده در طول ترم، برای دانشجویان و استادان کمی کمتر از این حده، تا به اصطلاح موظفی استاد، موظفی ما پر بشه، تا از لحاظ قوانین و حقوق قوانین دانشگاهی به مشکل بر نخوریم. این یک مسئله خیلی اساسی، خیلی مهمیه. فرض بفرمایید یک استادیار بنابراین در قوانین جدید باید 24 واحد در سال تدریس بکنه، و اگر در یک دانشگاه کوچک باشه که در دانشگاه بزرگ ممکنه بشه بخشی از اینها رو با واحدهای پژوهشی پر کرد، اگر دانشجوی فوق لیسانس و دکتری داشته باشن، اگر پایان نامه و رساله داشته باشن، ولی در دانشگاه‌های کوچکتر که عمدتاً اینها از واحدهای آموزشی باید تامین بشه، معنیش اینه که باید 24 واحد در طول سال درس بده، یعنی معادل 12 واحد 12 درس دو واحدی باید تدریس بکنه. و اجازه بدید به عنوان معلم بگم که امکان نداره، امکان نداره هیچ کسی در هیچ جای دنیا بتونه 12 درس رو در طول سال با کیفیت کافی تدریس بکنه. یعنی ما اگر بهترین استادهای روی کره زمین هم باشیم، اگر هم باشیم، باز چنین توانی رو نداریم. و این مسئله بسیار بزرگ کیفیت تدریس هست. کیفیت تدریس البته فقط مسئلهش این نیست، مسئله فقط این نیستش که ما به معلم تقریبا تبدیل شدیم و بیشتر ساعات هفته رو داریم تدریس میکنیم. مسائل دیگه هست. برای مثال یک مشکل اینه که سیلابس های درسی ما هم به روز نیستند. مسئله دوم مسئله سیلابس های درسی است. میدونید برنامه های مصوب وزارتخانه تقریبا در حیطه تاریخ ایران باستان، چه کارشناسی ارشد و چه دکتری، هر دو منسوخ هستند. وزارتخانه برنامه هایی برای بروز کردن اینها البته داره. این برنامه ها به تازگی شروع شدند و ما امیدواریم که در ماه های آینده این برنامه ها اجرایی بشن، خاتمه پیدا بکنن، اجرایی بشن. شاید وضعیت تغییر بکنه. و مسئله بسیار بزرگ سوم که در این حیطه کیفیت تدریس باز قرار میگیره، مسئله برنامه های درسی است. ما برنامه هایی داریم که حتی با سیلابس های بروز هم احتمالا شاید خیلی راهگشا نباشند. مثلا احتمالا دانشجویان از ما انتقاد میکنن که بعضی درس ها خیلی به درد ما نمیخورند، یا جای بعضی درس ها خالی هست، و مسائلی از این دست. که این چون مسئله پیچیده‌ای هست و بحث‌های خیلی بیشتری رو پیش میاره، اجازه بدید من اینجا سکوت بکنم، آقای دکتر مطلوب کاری هم نظر خودشون رو بیان بکنن و من بعد در دنباله بحث خودم رو پی میگیرم. خب عرض کنم خدمتتون که ماشاءالله جناب دکتر جان اینقدر بیاناتشون وافی و کامل بودش که کار من سخت شد. یعنی ایشون به شکل مختصر و مفید تمام مشکلات، تمام که نه ولی خب بخش مهمی از مشکلات رو بیان کرد. اجازه بدید من یه پله برم بالاتر. یعنی من از ساختار فوقانی هرم آموزشی کشور شروع کنم. ببین ما یه وزارتخونه‌ای داشتیم به نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی. این وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل شده به وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری. در طی 40 سال گذشته هیچ کدام از وزرای محترم از حوزه علوم انسانی انتخاب نشد. یعنی شما اگه نگاه کنید به 2 سال نخست انقلاب که آقای دکتر علی شریعت مداری و بعد آقای دکتر حسن حبیبی به عنوان وزیر انتخاب شدن، که نفر اول از رشته فلسفه اومدن، نفر دوم تجربیات حقوقی داشتن، خب آشنا بودن با مبانی علوم انسانی و این آشنایی بهشون کمک میکرد که تعامل بهتری با گروه های علوم انسانی دانشکده ها داشته باشن. در 40 سال گذشته اکثرا تا زمانی که دانشگاه علوم پزشکی زیر نظر بودن که وزرا از رشته های پزشکی انتخاب میشدن، بعد از سال فکر کنم 82 به بعد هستش که ما شاهد حضور چهره های فنی و تجربی است. نمیشه توقع داشت از استادی که رشته تحصیلیش علوم تجربی بوده درک وافر و بسنده‌ای از علوم انسانی داشته باشه. پس در نتیجه باید با کمک مشاوران خودشون تصمیم گیری کنن. مشاوران حتی اگر از گروه های تاریخ بیان،
تا اونجایی که بنده برخورد کردم غالبا از گرایش های دیگه ای میرم، یعنی گرایش های مثل تاریخ اسلام، مثل تاریخ ایران اسلامی. و خب تعارف رو اگه کنار بذاریم، هممون میدونیم که اطلاعات حضرات محترم مشاور بیشتر در حد همون چیزی است که در دوره کارشناسی آموختن، یعنی چیز زیادی از مشکلات دروس و سرفصل های گرایش ما نداره. در نتیجه ما همچنان شاهد وجود اون مشکلی هستیم که آقای دکتر جان فرمودن، یعنی ما یک سری از واحد های درسی داریم که عملا میشه گفت بیفایده است برای دانشجو. و وقتی این واحد های درسی در راستای تدریس گروه ها بهشون ابلاغ میشه، جای واحد های لازم رو میگیرن. شما برفرض مثلا یک درسی داریم که ارتباطی با گرایش شما نداره و تعداد دروس مشخصی داریم، وقتی این درس میاد یک سری از دروسی که مفید هستن و نیاز داریم در واقع خود به خود حذف میشن. خب این برای دانشجو و هم برای استاد مشکل ایجاد. نکته دوم، این سیستم تجربی فنی که من بهش میگم یه مشکل دیگه ایجاد میکنه و اون این هستش که دانشگاه ها رو به شکل یک کارخونه نگاه میکنه، یک مدیریت خط تولید داره، تعداد واحد ها مشخص، زمان گذراندن هر واحد مشخص، پس شما در فلان سال این تعداد دانشجو میگیرین، در فلان سال این تعداد دانشجو خارج میشه و به طور متوسط شما در هر سال این تعداد فارغ التحصیل دارید. خب این عملا امکان پذیر نیست در حوزه علوم انسانی. من نمیخوام وارد حوزه علوم تجربی و فنی بشم، ولی با پیشینه‌ای که خودم از رشته‌های علوم پزشکی دارم میتونم بگم که تا حد خیلی زیادی در اونجا قابل انطباق هستش. شما در هر سال یه تعداد واحدهایی میدین، یه تعداد کارورزی در بیمارستان‌ها دارین، خب در پایان دوره تحصیل خودتون میتونین این تعداد دانشجو رو با این میزان مهارت خارج کنین. اما در علوم انسانی اینطور نیست. شما در علوم انسانی مثلا به عنوان مثال اگه یک دانشجوی دکتری داشته باشین که میخواد بره در مورد یک مبحث مرتبط با تاریخ هخامنشی تحصیل بکنه و رساله بنویسه، مدت زمان خیلی طولانی درگیر یک چرخی میشه که آموزش زبانهای باستانی، یعنی همون چیزی که جناب آقای دکتر جان فرمودن، و متاسفانه این در داخل کشور ما وجود نداره. این مشکلی که الان بنده دارم عرض میکنم بخش دوم از مشکلات ساختاری وزارتخونه رو ایجاد میکنه، یعنی که ما یک سری از رشته های پایه رو نیاز داریم در دانشگاه های خودمون که نداریم. به عنوان مثال ما گروه های زبانشناسی تاریخی ما چیزی به نام آموزش متون کلاسیک نداریم، چیزی به نام آموزش متون سامی نداریم، چیزی به نام متون آموزش به عنوان آموزش متون ایلامی نداریم. خب حالا شما میخواین یک دانشجوی مثلا برفرض گرایش تاریخ ایران و باستان تربیت بکنید که میخواد در مورد تاریخ هخامنشی یا تاریخ ساسانی رساله بنویسه، این کسی که زبان ایلامی نمیدونه، زبان اکدی نمیدونه، زبان یونانی نمیدونه، خب پس از کدوم منبع میخواد استفاده کنه؟ یعنی فرمایش آقای دکتر کاملا درست هستش. ما ساختارهای آموزشیمون اصلا ساختارهای ناقصی هستن و تا زمانی که اون رو درست نکنیم عملا امکان پذیر نیستش که ما بخوایم دانشجویی تربیت کنیم با سطح علمی بالا در این گرایش. یه مشکل دیگه که واقعا چی بگم، به قول فردوسی بزرگ میگه یکی داستان است پر آب چشم، در مورد سرفصل ها و دروس هستش. ببینید اصلا دروسی که شما در دوره کارشناسی ارشد برای دانشجوی خودتون میذارین، من نمیدونم کارشناس های محترم وزارتخونه با چه معیار و مبنای اینها رو انتخاب کردن، ولی واقعیت اینه که این درسی که استفاده نمیشه عملا هیچ فایده ای نداره برای دانشجو. یعنی دانشجو میاد در یک، شما مشخص کردین باید در سه ترم شما دوره کارشناسی ارشد رو تموم کنین، یه ترم گذاشتین برای نوشتن پایان نامه و دانشجو فقط داره ذهنش پر میشه با چیزهایی که واقعا کاربردی نداره. من به خاطر اینکه وقت کم هستش از این مبحث رأس هرم میگذرم، میرسم به رأس به مبحث گروه های تاریخ. نمیدونم من چه وقت دارم جناب مهرابی، میشه بفرمایید؟
وقتتون حالا اگه یک روبه باشه که آقای دکتر جان یک روبه صحبت نکردم ولی الان تقریبا 8:51 دقیقه است. خب میخوام آقای دکتر بفهمم بعدا مبحث دوم که در مورد گروه های تاریخ هست بعدا من خدمتتون هستم، یعنی بحث رو به شکل چرخشی پیش ببریم، متکلم وحده بنده نباشم. من در خدمت هستم. خیلی مشکرم آقای دکتر مطلوب‌کاری، کار من خیلی راحت شد، بحث رو خیلی خوب پیش بردید، خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. به اینجا رسیدیم که در حقیقت ما میخواییم تاریخ ایران باستان یا زبانهای باستانی ایران درس بدیم در دانشگاه های ایران و با چنین مشکلاتی روبرو هستیم و مشکلات رو به نظر من هممون میدونیم، یعنی این مشکلات خیلی تکراری هستند و اما باید ببینیم که دلایلی که این علتهایی که این مشکلات رو پدید آوردن چی هستند، این علتها رو پیدا بکنیم و بعد ببینیم آیا برای این علتها میتونیم راه حلی پیشنهاد بکنیم یا نه. ما به اینجا رسیدیم که برای آموزش مطالعات رشته هایی مربوط به مطالعات ایران باستان در حقیقت انواع مشکلات رو داریم، از مشکلات مربوط به آماده نبودن معلم استاد، به روز نبودنش بگیرید تا برنامه درسی، تا سیلابس درسی، درسی که باید تدریس بشه، منظورم درسی است که باید تدریس بشه ولی سیلابسش به روز نیست. ببینید این مشکل بسیار بزرگیه. ما درسایی رو میدیم و بعد سعی میکنیم به روز باشه و بعد تو دوره کارشناسی ارشد برای مثال و بعد متوجه میشیم که سوالای کنکور دکتری ممکنه سوالهایی باشه که از کتابای خیلی قدیمی طراحی شده، برای مثال از کتاب ایران از آغاز تا اسلام، کتاب میراث باستانی فرای، یا حتی کتاب ایران باستان مرحوم پیرنیا. و خب این کتاب‌ها کتاب‌های درسی روزگار ما نیستن، این کتاب‌ها امروزه به عنوان کتاب درسی نمیشه ازشون استفاده کرد، میشه به شکلی به هر حال اینها رو هم خوند. و تازه ما دانشجویان رو بهشون پیشنهاد میکنیم که حالا ما سعی کردیم از یک کتاب درسی خیلی بروزی استفاده بکنیم ولی شما حواستون باشه که امتحان دکتری میخواهید بدید، باید کتاب‌های قدیمی رو بخونید. این مسئله بروز بودن پس یک مسئله اساسیه. اما از بروز بودن در حقیقت این سیلابس درسی که بگذاریم، چیزی که به درستی آقای دکتر مطلب‌کاری اشاره کردن مسئله برنامه درسیه، درس‌های نامناسبی که داریم احتمالاً یا درسایی که به دلیل تدریس نامناسبشون از دید دانشجویان چنین تلقی میشند، اینطوری هم شاید بشه مسئله مطرح کرد. و همینطور البته درسایی که نداریم به جای خالیشون حس میشه. مسئله بسیار مهمیه مطالعات باستان با مطالعات فیزیولوژیک، چه بخوایم چه نخوایم به شدت گره خورده و به عبارت یک رکن اساسی این مطالعات همین مطالعات فیلولوژیک هستند، مطالعات زبانشناسی تاریخی هستند. به عبارت دیگه یک دانشجویی که میخواد برای مثال تاریخ فرض بکنید ایتالیایی باستان، تاریخ روم باستان رو آموزش بگیره، حتما لازم هست یه مقدار قابل توجهی واحدهای مرتبط با زبان لاتین، زبان و ادبیات لاتین رو هم یاد بگیره و البته یونانی هم علاوه بر اون. در معمولا دوره‌های کارشناسی چیزی در حدود 1/3 تا 2/5 درس ها به یه همچین واحد های اختصاص داره. تو خیلی از این سیستم ها دوره کارشناسی رو برای اینکه به اندازه کافی انعطاف پذیر باشه آمدند و داخلش یک بخش قابل توجهی از واحد های اختیاری در نظر گرفتند، مثلا به صورت پلن A، پلن B، پلن C، و این پلن ها دانشجوی کارشناسی رو برای مسیرهای مختلف آماده میکنه. ما چنین مسئله بسیار مهمی رو، یک راه حل در حقیقت میتونه این باشه که ما هم در دوره کارشناسی دست به چنین اصلاحی بزنیم. میدونید در همه جای دنیا دوره کارشناسی دوره اساسی آموزش دانشگاهی است. دوره های فوق لیسانس و دکتری دوره های تکمیلی هستند. ما اگر نتونیم برنامه درسی رو در دوره لیسانس اصلاح بکنیم، در دوره کارشناسی ارشد کار زیادی دیگه نمیتونیم انجام بدیم. 28 واحد آموزشی داریم و با 28 واحد چند درس رو اضافه کنیم، کم بکنیم، بروز بکنیم، ولی باز با این همه کار بزرگی نکرده، انجام نشده باقی میمونه. برای دوره دکتری هم همینطور. یعنی این نقصی که ما دوچارش هستیم حقیقتاً در برنامه ریزی خود دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به نظر بنده قابل رفع نیستش.
این باید برگرده به برنامه‌ریزی دوره کارشناسی و البته میدونید برنامه کارشناسی رو هم در سالهای اخیر بازنگری کردن، 4 و بعداً 5 رشته کارشناسی رو پیشنهاد کردن. این قدم مثبت بسیار خوبیه، اما به نظر من کافی نیست، این هم کافی نیست و این باید در داخل تاریخ ایران، رشته تاریخ ایران یک انعطاف پذیری بیشتری به وجود بیاد. این انعطاف پذیری در حقیقت دانشجوهایی که وارد دوره کارشناسی میشن، یک عده‌شون حتما میخوان وارد بازار کار بشن، میخوان معلم بشن، اصلا نمیخوان ادامه تحصیل بدن، میخوان تورگاید بشن، میخوان روزنامه نگار بشن، اینها رو برای این منظورها تربیت بکنه، یعنی واحدهای اختیاری که به اونها مثلا تعلیم و تربیت آموزش میده، روانشناسی آموزش تعلیم میده، موزه‌داری تربیت میده، روزنامه نگاری تربیت میده، پلن‌هایی که شغل محور هستند و پلن‌هایی که وجود دارند و ناظر بر تحصیلات تکمیلی هستند و پژوهش محور هستند و دانشجویان رو آماده می‌کنند، اونهایی که می‌خوان به دوره‌های بالاتر برند در این پلن‌ها رو انتخاب بکنند و داخل این پلن‌هاست که در حقیقت اون چیزی که آقای دکتر گفتند، زبان‌های مختلفی که لازم هست در مطالعات ایران باستان آموزش داده بشه در اون پلن‌ها قرار می‌گیرند. یونانی تدریس میشه، لاتین تدریس میشه، برای ما که در ایران هستیم لازم هست فارسی باستان داخل بیاد، فارسی میانه داخل بیاد، یونانی و لاتین حتما باید باشن، اکدی باید باشه، ایلامی باید باشه، احتمالاً ارمنی باستان خیلی مفیده، زبان‌های آرامی است، خانواده زبان‌های سامی بسیار مهمند، غیر از اکدی زبان سوریانی بسیار اهمیت داره، عربی بسیار اهمیت داره. یعنی این مسئله که من میگم که دامنگیر در حقیقت مطالعات ایران باستانی، به یک شکل دیگه دامنگیر مطالعات تاریخ ایران دوره اسلامی و تاریخ اسلام هم هست. ما برای مثال دانشجویان کارشناسی ارشد دکتریمون هم اونطور که انتظار داریم عربی نمیدونن، اونقدر که نیاز هست عربی نمیدونن. این نشون میده ما تو دوره کارشناسی تا به اندازه کافی رو این زمینه کار نکردیم و این یک خلای بسیار بزرگیه. من اجازه بدید سکوت بکنم با آقای دکتر با بیانات خوبشون. خیلی خوشحالم از این دیالوگی که برقرار شده. یعنی آقای دکتر خیلی خیلی خوب بحث رو میبرن به اونجایی که من میخوام ازش استفاده کنم برای اینکه عرایز رو خدمتتون عرض کنم. به این جانب مهرابی عزیز، یه مشکل عمده گروه های تاریخ ساختار تشکیل دهنده این گروه ها در ابتدا بوده. ما در ابتدا گروه های تاریخ ما، من به طور مشخص از گروه تاریخ دانشگاه تهران نام میبرم، چون به قول تورگینیف میگه ما همه نویسندگانی هستیم که از زیر شنل گوگل در اومدیم. ما هم اهل تاریخ تقریبا میشه هممون از زیر آموزش گروه تاریخ دانشگاه تهران خارج شدیم. به نوعی میشه گفت دانشگاه مادر هستش در همه رشته‌ها، به خصوص در رشته تاریخ. ببینید گروه تاریخ دانشگاه تهران توسط ادیبان بنیان نهاده شده. یعنی ادیبانی اومدن این گروه تاریخ رو بنیان نهادن، حتی پیش از اینکه گروه تاریخ دانشگاه تهران در دهه 40 به وجود بیاد، آموزش تاریخ در انحصار میشه گفتش ادبا بودش. این یه مشکل، این خیلی خوبه به خاطر اینکه ادیبان آشنا بودن به متون تاریخی کهن، اما یه بدی خیلی بزرگ داره، اون اینه که آموزش تاریخ در دانشگاه‌های ما تکست محور شده، متن محور شده. از نظر دانشجوی تاریخ، تاریخ صرفاً متنه، روایت‌های گوناگون که باید از بین اونها انتخاب کنه کدوم صحیح هستش، کدوم درسته، با هم دیگه مقایسه کنه و از این مقایسه تحلیل و استنباط خودش رو استخراج کنه. اما واقعیت اینه که دیگه در دنیا تاریخ اینطور تدریس نمیشه. شما تاریخ رو همونطور که آقای دکتر گفتن بدون مباحث فیلولوژیک نمیتونید متوجه بشید. اصلا امکان ناپذیره. من چطور میتونم وقتی که میخوام بیام راجع به تاریخ هخامنشی صحبت کنم برم از ترجمه انگلیسی کنت استفاده کنم بدون که زبان فارسی باستان بدونم؟ من چطور میتونم در مورد تاریخ صحبت کنم اما هیچ آگاهی از باستان شناسی نداشته باشم؟ خب وقتی که هیچ ارتباط ارگانیکی با این رشته های مفید و همجواد وجود نداره، دانشجویی که فارغ التحصیل میشه به طور مشخص در دورهای ارشد و دکتری، میشه گفتش که یک سویه نگاه میکنه. ما بسیاری از مواقع میبینیم دانشجوهامون میان بر مبنای مثلا تاریخ طبری فلان استنتاج رو میکنن، مقاله میمیسن میدن،
فارغ از اینکه آیا طبری، با وجود اینکه طبری میدونیم یکی از بزرگترین مورخان ما هستش، مورخان تاریخ اسلامی هستش، ولی با این وضع به هر حال آن چیزی که پژوهش‌های باستان شناسی به ما ارائه میده شاید خلاف این نظر باشه. شاید ریشه شناسی واژگان بتونه به ما کمک کنه برای اینکه تحلیل تاریخی درستری از مسائل ارائه بده. من باز هم شاید میگم، به خاطر اینکه نمیخوام با قطعیت صحبت کنم. خب ببینید، این مشکل به وجود میاد بعد دانشجوی دوره دکتری باید ببینیم کلن چند واحد برای تحصیل داره. کلن 18 واحد داره. من با آقای دکتر جم داشتم صحبت میکردم روی همین مسئله، ایشون خیلی درست و نکات بسیار مهمی رو گفتن. گفتن که خب ما تعداد واحدهای مشخصی داریم، اساتید باید تعداد واحدهاشون پر کنن، در نتیجه در بسیاری از مواقع این آموزش به اجبار به یک استاد محول میشه. اما ببینید آیا واقعا این نگرش در گروه ها درسته؟ یه مثال براتون میزنم. شما در ترم اول دوره دکتری 4 تا درس دارید: جامعه شناسی تاریخی، جغرافیای تاریخی، تاریخ نگاری در ایران و یک درس دیگه هم هستش که روش تحقیق. ببینید به طور مشخص هر سه گروهی که دانشجوی هر سه گرایشی که دارن دکترای تاریخ میگیرن این 4 درس رو دارن و بعد یک استاد انتخاب میشد در دوره ما، امیدوارم که اینطور نباشه، استاد بسیار برجسته‌ای بودن، بسیار برجسته، ولی ایشون در ابتدا در نخستین جلسه وضعیت ما رو مشخص میکردن. میگفتن ما پیش از اسلام در ایران تاریخ نگاری نداشتیم، پس دیگه بس نمیکنیم. به همون ترتیب در مورد بقیه دروس هم همینه. یعنی شما یک استادی رو انتخاب میکنید که این استاد اگرچه استاده، اگرچه در مورد یک دوره تاریخی تخصص داره، اما فکر میکنم خودشون هم قبول دارن که الزاماً این رو نمیتونن به همه دوره‌های تاریخی سرایت بدن. خب این مشکل خیلی بزرگی برای من دانشجو میشه. چرا؟ چون وقتی ترم اول میبینم 8 واحد از 18 واحد من اینطوری میره، 8 واحد از 18 واحد میره، 10 واحد باقی میمونه. 10 واحدی که باقی میمونه 5 واحدش واحدهای زبان شناسی. به شکل جالبی من اگه اشتباه نکنم ترم دوم به ما کتیبه های فارسی باستان، اشکانی و ساسانی آموخته میشد و در ترم سوم میومدن زبان اوستایی میآموختن. خب آقای دکتر بهتر از من میدونن زبان اوستایی ریشه همین زبان هستش. چطور شما میخواین هنوز ریشه شناسی یاد نگرفتین بریم کتیبه بخونین تعریف و تجزیهش؟ بعد در ترم اول یه درسی بودش که من راست حفظ نمیتونستم اسمشو بکنم، هنوزم حفظ نیستم، نوشتم. ببینید تحولات سیاسی و مناسبات اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران باستان همراه با بحث روابط خارجی، 16 جلسه شما دارین. اگر هیچ تعطیلی نداشته باشین، اگر هیچ تعطیلی نداشته باشین 16 جلسه در محضر استادتون، اگر مثل ما این شانس داشته باشین که یک استاد فوق العاده برجسته داشته باشید و این استاد فوق‌العاده برجسته به خاطر سالیان سال تدریس این رو کاملا تدوین کرده باشه، صفحه‌ها مشخص شده باشه و به شما درس بده، شما معمولا 4 جلسه تاریخ پیشا هخامنشی میخونید، 4 جلسه تاریخ هخامنشی میخونید، 4 جلسه تاریخ سلوکی و اشکانی میخونید، 4 جلسه هم تاریخ ساسانی. حالا ما این شانس رو داشتیم چون هر دو نفر دوره دکتری، من و دوست عزیزم آقای دکتر جمشید قهرمانی، هر دو علاقه من به تاریخ ساسانی بودیم و رسالمون هم در همون رابطه بود و استاد محترم ما هم علاقه من به تاریخ ساسانی بود، یه جلسه از اشکانی سلوکی کم کردم 5 جلسه شد ساسانی. درست؟ اینو شما در نظر داشته باشیم. ترم بعد شما یه درسی داریم به نام تاریخ اساطیر. البته زمان ما تاریخ ادیان بود، من الان تو سرفصل رو نگاه کردم دیدم نوشته تاریخ اساطیر. اینو در دوره کارشناسی ارشد هم داشتیم، در دوره کارشناسی هم داشتیم و راستش رو بخواید چیزی به دانشجو نمیده. خلاصه کلام بهتون بدم، به نظر من اصلی ترین درسی که در طی این سه ترم یک دانشجو دکتری میخونه همون سه واحدیه که اون اسم قامز و طولانی رو داشته. و بعد این سوال پیش میاد که مثلا منی که میخوام رساله تاریخ ساسانی بنویسم با 5 جلسه، حالا با نهایت لطفی که استاد در حق من داشتن، با 5 جلسه کل دوره دکتری من تموم شد. یعنی من کلم 5 جلسه سر کلاسی رفتم که میتونست مرتبط با رساله ای من باشه، بقیهش عملا میشه گفتش ارتباطی باشه. و حالا
این مشکل بزرگ رو من میدونم برمیگردونم به مسائل اقتصادی. ببینید به مسائل اقتصادی برمیگرده و متاسفانه این دیگه در دست گروه ها نیست. یعنی گروه میگه من استاد ندارم، نمیتونم بیارم برای مثلا 2 ساعت جامعه شناسی تاریخی ایران باستان یک استاد استخدام کنم. اینو ساختار بالاتر باید تصمیم بگیره که آیا تاریخ رو به عنوان یک درس، به عنوان یک رشته هویت ساز که نمیشه، هویت که وجود داره، یک رشته که هویت ما رو بیان میکنه به عنوان یک رشته پایه قبول داره یا نه. ببینید در همه دنیا یه سری از رشته ها هستن که درآمدزا، رشته های فنی، رشته های مهندسی، رشته های پزشکی، مهندسی کشاورزی، اینا رشته هایی هستن که درآمدزا و دولت ها خرج میکنن به این امید که فردا بتونن ازش بهره بگیرن. اما رشته هایی مثل ادبیات، مثل تاریخ، اینا رشته های پایه هستن، اینا رشته هایی هستن که هویت ملی، هویت دینی، هویت فرهنگی این جامعه رو درست میکنن. پس ارزش بسیار زیادی داره و به نظر من یک وزارتخونه نباید به این نتیجه برسه که آقا من نمیتونم هزینه این استاد رو بدم، پس بذاریم در گروه های تاریخ 3 تا استاد گرایش تاریخ ایران باشن. یعنی 3 تا استاد اگه اشتباه نکنم در دانشگاه تهران بودن که می اومدن کل این تاریخ 1400 ساله و قبل از اون، 1200 سال و قبل از اون رو می اومدن پوشش میدن. مقایسه کنید با اساتیدی که تاریخ ایران اسلامی رو تدریس میکنن. من میگم شما بدون هزینه نمیتونید سود ببرید. پس این در درجه اول از طریق اون رأس هرم آموزشی باید تصمیم گرفته بشه که هزینه بکنه و بعد گروه های تاریخ باید بیان این رو ترویجش بدن. شما الان نگاه کنید، ما یک مهرشناس در گروه های تاریخمون نداریم، من تا حالا ندیدم، یک سکه شناس نداریم، یک آشنا با پاپیروس و لوحه نداریم. آخه چطور میتونم من در مورد تاریخ ساسانی رساله بنویسم مگر اینکه پاپیروس ها رو نخونده باشم؟ در مثلا دوران خسرو پرویز که این همه متون پاپیرولوژی از این همه متون پاپیروسی از مصر به دست اومده، چطور میشه بدون آشنایی با متن ها، زبان ها و حتی خوانش این متون؟ من یه مقدار زیاد صحبت کردم، اجازه بدیم برگردیم در خدمت آقای دکتر جمع بشیم. خواهش میکنم آقای مهرابی، اگر شما براتون این وسط سوالی هم پیش میاد یا سوالی دارید هم مطرح بکنید که ما جواب هم بدیم. اگر دوستان هم سوال میکنند ما در خدمتشون باشیم. من اجازه میخوام اما چند کلمه صحبت بکنم از همون جایی که آقای دکتر مطلوب کاری آوردن رسوندن و من این رو ادامه بدم. خیلی خوب، من فکر میکنم ما داریم یک مسیر خوبی رو داریم جلو میبریم. ما به اینجا رسیدیم که میدونیم مشکل چی هست، میدونیم که درسای مناسبی رو تدریس نمی کنیم، درسایی که تدریس می کنیم شاید کیفیت کافی نداشته باشند، ما میدونیم به مقدار زیادی استاد متخصص در زمینهای مختلف نیاز داریم که در دانشگاه ها نیستند، نمیتونیم استخدامشون نکردیم یا نداریمشون در کنار خودمون. ببخشید کلامتون این آسیبهایی که گفتید نه آسیبه سارا، اینم در پاسخم بگید که چگونه اینا رو رفع باید بکنیم. دقیقا الان باید برسیم به اونجا که اجازه بدید بگم که چرا اصلا اینطوری شده، یعنی ما چرا در یه همچین وضعیتی هستیم. این وضعیت رو بتونیم توضیح بدیم احتمالا راه حل‌ها رو هم میتونیم پیشنهاد بدیم. اول اینکه همونطور که آقای دکتر مطلوب کاری گفتند، پشت همه اینها مسائل اقتصادی هستند. ببین ما باید 12 واحد درس بدیم تا اصطلاحاً اونطور که رایج هست حق و تدریسمون پر بشه به عنوان معلم دانشگاه، به عنوان استادیار دانشگاه، یا به عنوان دانشیار دانشگاه یا استاد تمام دانشگاه. یعنی دولت، وزارتخانه از ما میخواد که این تعداد واحد رو درس بدیم تا در قبالش حقوق ماهیانه بگیریم، درسته؟ حداقل. چرا به ما نمیگه که 10 واحد درس بدید یا 8 واحد درس بدید و حقوق ماهیانه بگیرید، با وجودی که احتمالاً همه کسانی که در رأس تصمیم گیری هستن هم میدونن که استادی که 8 واحد درس بده با کیفیت بهتری احتمالاً درس میده، وقت بیشتری برای تحقیق خواهد داشت و وقت بیشتری برای فعالیت‌های دیگر خواهد داشت، ولی با به رغم این احتمالاً نمیره به این سمت که این کارو بکنه. دلیلش بسیار واضحه، همون مسئله اقتصاد، یک فشار، یک بار
مالی بسیار سنگینی رو تحمیل میکنه، به خصوص در شرایط فعلی که نظام آموزش عالی در ایران بسیار از لحاظ حجم بزرگ شده، چیز بسیار عجیبی شده، چیز بسیار عجیبیه این تعداد دانشگاهی که ما در ایران داریم. و حالا فرض کنید این تعداد دانشگاه، این تعداد عضو هیئت علمی رو ما بخوایم بگیم که موظفیتون رو به جای 12 واحد میکنیم 10 واحد. یعنی در واقع این کارو کردن، سالهای دور 12 واحد بود، بعد که وضع اقتصادی بهتر شد دیدن میتونن این رو به 10 واحد کاهش بدن، و ما امیدوار بودیم تو سالهایی که وضعیت اقتصاد بهتر بود که این کم کم به 8 واحد کاهش پیدا بکنه، یعنی میرفتیم به اون سمت که یکی از اون منظورهای عمده برآورده بشه. ولی بعد دوباره وضعیت تغییر کرد، وضعیت اقتصادی مقداری بد شد و ما تو یک البته مسئله همسانسازی با وزارت بهداشت و درمان در حقیقت تعداد واحد هامون بالاتر رفت، برای اینکه یک مقداری اون حقوقمون، حقوق دستمزد ماهیانمون، حقوق ماهیانمون ترمیم بشه. البته قدرت خرید همچنان در حال کاهشه، قدرت خرید شاید نیمی از اون چیزی که من خودم به عنوان یک کیس موردی میگم در بدو استخدام داشتم به اونجا رسیده، ولی واحد بیشتری دارم تدریس میکنم برای اینکه دستمزد ماهیانم رو دریافت بکنم. برای وزارتخونه مسئله بودجه مسئله بسیار حیاتیه، یعنی مسئله که آقای دکتر مطلوب کاری گفتن البته بسیار مهمه، رشته تاریخ، رشته ادبیات، رشته های بسیار حیاتی هستند، باید شاید اون دیدگاه های اقتصادی رو تا حدی در مورد اینها شاید مستثنا باید کرد، مسائل اساسی هستند. ولی در حقیقت این وقتی این ملاحظات اولا اجرا شدنش به نظر میرسه کار راحتی نباشه، احتمالا رشته های دیگه هم میان وسط و میگن که اونها هم به دلایلی که خودشون میتونند بیان بکنند رشته های حیاتی هستند، بنابراین این مسئله در مورد اونها هم باید اعمال بشه، تبعیض نباید در نظر گرفته بشه. و بنابراین اساسا یک مدیر ارشد در وزارتخانه یا در جای دیگه اصولا به این سمت نمیره که با بخواد در این جا اساسا اقدامی بکنه، اساسا اقدامی شاید نتونه بکنه، چون وقتی مسئله اقتصاده یا شما پول دارید یا ندارید، و وقتی ندارید این پول رو نمیتونید کاری بکنید. مورد دیگه ای که اصولا هست و باید انجام بشه، یعنی اون این که ما تو دوره کارشناسی بخشی از این برنامه هایی که داریم رو تو دوره کارشناسی اعمال بکنیم با پلن های مختلفی که داریم، ملزم اینه که دانشگاه ها در کنار گروه های تاریخشون، دپارتمان های برای مثال زبان های باستانی مثلا ایران رو داشته باشند، دپارتمان مثلا آشورشناسی داشته باشند، دپارتمان مطالعات ارمنی داشته باشند، مطالعات آرامی داشته باشند، دپارتمان مطالعات کلاسیک داشته باشند. و ما بخش بزرگی از اینا رو اصلا نداریم، هیچ دانشگاهی در ایران اینها رو تدریس نمی‌کنه، فقط دپارتمان‌های زبان‌های ایرانی رو داریم، فقط دپارتمان زبان‌های ایرانی رو داریم، اونم فقط در چند دانشگاه. در دانشگاه فردوسی مشهد ما حتی دپارتمان زبان‌های ایرانی هم نداریم، بنابراین اون پلان هم فعلا به نظر میرسه غیر قابل اجرا باشه. خب مشکل رو هممون می‌دونیم، ما پیشنهاد می‌کنیم که در چند دانشگاه مادر، دانشگاه مثلا فرض کنید تهران، در دانشگاه اصفهان، در دانشگاه فردوسی، در دانشگاه شهید بهشتی، در چند دانشگاه مهم ایران دستکم بعضی از این رشته ها افتتاح بشن، مثلا مطالعات ارمنی افتتاح بشه. مطالعات ارمنی البته هست، به یک شکلی هست، ولی مطالعات ارمنی کلاسیک چیز نیست. آشورشناسی افتتاح بشه، مطالعات کلاسیک افتتاح بشه. اما یک مسئله بزرگ اینه که باز مدیر ارشد وقتی در برابر این پیشنهاد قرار میگیره با خودش میگه که خب این برای من بار مالی داره، من باید به فکر بودجه این مسئله باشم. در دانشکده ما برای مثال در 8 سالی که من اینجا دارم کار میکنم هیچ رشته جدیدی در حقیقت افتتاح نشد، مگر اینکه این رشته هزینه‌ای برای بر دوش دانشگاه تحمیل نمی‌کرد. آمدن گفتن که شما میتونید رشته جدید یا گرایش جدید بیارید به شرط اینکه یک رشته رو حذف کنید، یا میتونید یک گرایش جدید بیارید به شرط اینکه یک گرایش از پیش موجود رو یک سال در میان بکنید. با یک سال در میان کردن بار مالی اضافه نمیشه. فقط تحت این شرایط، فقط واقعا تحت این شرایط امکانش پیش اومد که ما
گرایش دکتری ایران باستان رو در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح بکنیم، وگرنه اساسا ممکن نبود. خب طبیعتاً تکلیف دپارتمان‌های جدید پیشاپیش مشخصه دیگه. اگر درخواست بدید دپارتمان باستانشناسی، همین درخواست همین الان مطرح هست در دانشکده ما، یا دپارتمان زبان‌های باستانی پدید بیاد، خیلی زود میگن این برای ما بار مالی داره و درست میگن و بودجه رو در واقع تامین بودجه یک مسئله اساسیه. حالا فرض کنیم بودجه هم از جایی تامین بشه، مسئله بعدی اشتغاله. مسئله بسیار بزرگ اینه که میگن که خب اگر شما دارید این رشته رو پیشنهاد میکنید، آیا برای اشتغال دانش آموخته راه حلی دارید یا ندارید؟ و به خصوص اونجا احتیاط بسیار بزرگی هست، چون مدیر ارشد با خودش فکر میکنه که اگر دانش آموخته کار پیدا نکنه، کار متناسب با شغلش پیدا نکنه، مثلا فرض کنید زبانهای باستانی آوردید در دانشگاه فردوسی مشهد، دانش آموخته شدن، اما دانش آموخته کارشناسی ارشد شما کار لازم کار پیدا نکردن در رشته خودشون، این یک فشار مضاعف رو بر نظام آموزشی وارد میکنه. نظام آموزشی زیر فشار انتقاد قرار میگیره، احتمالاً دانش آموخته ها فشار میارن که ردیف های استخدامی باز بشه، احتمالاً فشار میارن که دوره دکتری احتمالاً افتتاح بشه و باز دوباره بودجه بیشتر، باز بودجه بیشتر باید اختصاص بدید. دوره دکتری افتتاح بکنید، این دفعه دانش آموخته های دکتری برای تامین شغلشون احتمالاً یکی از معدود راههایی که دارن اینه که در دانشگاه های دیگه استخدام بشن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که این رشته ای که فعلا قرار بوده در این دانشگاه یا یک دانشگاه یا دو دانشگاه بشه، به طرز عجیبی مثل قارچ رشد میکنه و این باز بودجه رو میبره، باز دانش آموخته های بیکار رو پدید میاره و مسائلی که این دومینو، این شما یک حرکتی شروع کردید با نیت کاملا درست، با نیت خیر، با نیت درست، ولی این پشت سرش مسائلی رو پدید آورده که دیگه جمع کردنش اصلا عملی به نظر نمیرسه. دانشگاه ها همینطوری از کنترل خارج شدن، شعبه های جدیدی از دانشگاه داره پدید میاد، رشته های دوباره رشته ها دارن بدون حساب و کتاب رشد میکنند و میبینید هیچ کاری نمیتونید بکنید، یعنی یک چیزه، یک گلوله برفیست که داره بزرگ میشه. تصمیم گیرنده در حقیقت تصمیم گیرنده که در وزارتخانه نشسته این رو پیشاپیش دیگه حالا میدونه، یعنی به عبارت دیگه الان با خودش میگه که من اگر یک دپارتمان آشورشناسی برای مثال با فرض کنیم بودجه رو هم تامین کردیم گذاشتیم، آینده این چه خواهد شد؟ مسئله اساسی این هست، واقعا این مسئله بسیار بزرگی است، مسئله بسیار بزرگی است که ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم، اینه که ما چگونه میتونیم راه حل هایی رو در حقیقت پیشنهاد بکنیم که خاطر دانشگاه ها و وزارتخانه ها جمع بشه، اینکه اینها رشته های عرض کنم تخصصی هستند و ما مکانیزم هایی رو در اختیار داریم که اینها از یک دو یا سه دانشگاه مادر بیرون نمیرند و با مشکلات عجیب و غریبی مواجه نمیشن، بار مالی خیلی شگفت‌انگیز رو در آینده موجب نمیشن. چگونه میشه در حقیقت راه حلی در این مسیرها پیشنهاد کرد؟ اجازه بدید من اینجا توقف بکنم، آقای دکتر مطلب‌کاری به صحبت های خودشون ادامه بدن، بعد در خدمتتون هست. بفرمایید دکتر. خیلی ممنون از توضیحات شما دکتر. بفرمایید. من خیلی ممنونم آقای دکتر جان. یه جوری میشه گفت یک بدبستان علمی بسیار خوب بین من و آقای دکتر جان شروع شده. این بازی پینگ پونگ میمونه، ایشون یه ضربه میزنه بنده ضربه دومو بزنم. البته ببخشید آقای دکتر، راهکارها، نه منظورم ضربه در معنای منفیش نبود. نه منظورم بود که فکر کنم شما هر دو استاد عزیز از زبانشناسی و مشکلاتش گفتید الا باستانشناسی، که حتی ما از دوره کارشناسی ارشد و دکتری که حالا خودمون با ادایی که دیگه تمام کردیم و رفتیم سر رسالمون، یک دو واحد باستانشناسی نداشتیم. این واقعا بزرگترین آسیبه. چطور ما میتونیم ایران رو باستان بیانیم؟ شما باید صحبت کنید، چون بنده که از باستانشناسی اطلاعی ندارم. آقای دکتر جان که توی گروه باستانشناسی تشریف ندارم، پس شما خودتون الان یک ذل سوم رو ایجاد میکنید. شما باید صحبت کنید، ما بشنویم. نه بحث صحبت نیست، بالاخره این واحدهایی که گفتیم، حالا گفتیم زبانشناسی مثلا اینجوری این واحدها باید بیان، مثلا ارمنی بیان ما بشناسیم زبان ارمنی، ولی ما باستانشناسی نیاز داریم،
واقعیت اینه ما هم باستانشناسی نیاز داریم آقای مهرابی. ببینید بدون باستانشناسی، بدون آشنایی با مبانی باستانشناسی هیچ وقت شما نمیتونید مورخ خوبی بشید، همونطور که بدون آشنایی با زبانشناسی تاریخی نمیتونید مورخ خوبی بشید. ولی شما از بنده چیزی میخواید که تخصص من نیست و بنده به شدت پرهیز میکنم از صحبت کردن در مورد چیزی که تخصصم نیست. من چیزی نه در مورد واحدهای درسی باستانشناسی میدونم، نه در مورد سرفصلاش اطلاعی دارم، اما فقط میتونم اینو بهتون بگم که شما با ما همدردید. اگه اینطور که میفرمایید باشه شما با ما همدردید. رشته تاریخ منظورم این بود که جای حالا گفتید رشته‌های زبانشناسی که گفتید، واقعا جای حداقل 4 واحد درس باستانشناسی در حد یک دانشجو مثلا دکترا گرفته بدون خیلی از اصطلاحات زبانشناسی رو، مثلا دانشجویی که حتی دیگه واحدهای دکتریش برای خودم میگم مثلا عرض میکنم تموم شده، اما واقعا یک دو واحد حتی پاس نکردیم باستانشناسی. حالا رشتم هم برسم باستانشناس نیستم خودم، ولی قبول دارم، بنده کاملا فرمایشات شما رو قبول دارم، فکر میکنم آقای جمع موافق هستم با این موضوع. اما من پس راهکارها بنده به طور مشخص به 4 نکته اشاره میکنم که در طی این بحث ها خیلی از اونها رو صحبت کردیم و راستش رو بخوام آقای دکتر به این نکته اشاره میکنن که در واقع بلاکره، میبنده بحث. مسئله پول در همه جای دنیا، مسئله پول یک مسئله مهمه. در خارج از ایران اینو با بنیادها سعی میکنن جبران کنن، بنیادها توسط کسانی که نیات خیرخواهانه دارن یا حتی نیات سودجویانه دارن. بسیاری از میلیاردرها هستن که میان کمک میکنن به یک نهاد آموزشی، تخفیف مالیاتی میگیرن. خب این خیلی خوبه، ولی متاسفانه ما در ایران این بنیادها رو نداریم و اگرم داشتیم حالا دیگه نداریم. ما هیچ بنیاد، یعنی یکی از مشکلات بزرگ ما الان این هستش که ما هیچ بنیادی نداریم که در زمینه تاریخ ایران و باستان به طور مشخص فعالیتی کنه. بخش خصوصی نیستش که بخواد کمک کنه، پولی در اختیار دانشگاه قرار بده. در گذشته مثلا یک آدمی بودش، یک استاد دانشگاهی بودش، یک شخصیت علمی یا حتی سیاسی بودش که بخشی از زندگی خودش رو می‌بخشید، مثل بنیاد مرحوم دکتر محمود افشار. خب الان چنین کسی نیست، یعنی این مشکلات اقتصادی طوری شده که دیگه اون انسان‌های کریم هم دیگه از کرامت خودشون در واقع میشه پشیمون میشه. پس با همون چیزی که الان در دسترس هستش بنده چند تا راهکار خدمتتون عرض میکنم برای انتهای بحث. یکی ایجاد زیرساخت‌های مناسب آموزشیه که میدونیم مشکل پول باعث میشه که این زیرساخت‌های مناسب آموزشی وجود نداشته باشه. اما در همین گروه ها میشه به بحث تدوین دروس و سرفصل های منطبق با نیازهای گرایش ما اشاره کرد. خب این من 10 ساله میدونم که دارن روش کار میکنن، تا الان به نتیجه نرسیدن. یعنی 10 سال پیش که بنده آشنا شدم با این مباحث صحبت بر روی همین نکات بود، الان به این نتیجه رسیدیم که نه، همچنان قرار صحبت بشه. تا الان به منصه دور نرسید، عملی نشد. جذب اساتید توانه از بین فارغ التحصیلان خارج از کشور هستش که بازم آقای دکتر به درستی اشاره کردن برای چرخاندن گروه ها با همین وضعیت فعلیش هم هزینه آنچنانی نمیشه. پس در نتیجه بعیده که بخوان یک دانشجوی متخصص مثلا تاریخ هخامنشی یا یک دانشجوی آشنا با ادبیات کلاسیک رو بیارن در داخل کشور که به گفته آقای دکتر کاملا هم درست هستش، بخوان یک نقش اضافه، یک بار اضافه‌ای بر سیستم آموزشی تحمیل کنه. پس آخرین چیزی که باقی میمونه به نظر من تغییر شیوه جذب دانشجوی دکتریه. اگر هدف غایی گروه این باشه که متخصص تربیت کنه، با این شیوه آموزشی که فعلا وجود داره ما متخصص تربیت نمی‌کنیم. یعنی ببینید با اون سوایدی که خدمتتون عرض کردم که تازه فقط 4 جلسه یا 5 جلسه در طول یک ترم شما میتونید در مورد اون مبحث مورد نظر خودتون پژوهش کنید و لکچر بدین و صحبت کنید با استادتون، یعنی کلا 5 جلسه 4 جلسه حالا در بهترین حالتش 5 جلسه هستش، شما متخصص تربیت نمی‌کنید.
پس به نظر من بهترین کاری که ما شیوه جذب دانشجوی دکتریمون رو عوض کنیم. یعنی از ابتدا که دانشجوی دکتری دارین انتخاب میکنید بپرسین که آقا شما رسالت در چه موضوعی هستش، آیا استادی دارین که با اون رساله همخوانی داشته باشه، و اگه استاد قبول کردش اون موقع دانشجوی دکتری خودتون بپذیرین. این یک واقعیته که ما بسیاری از دانشجوهایی داریم که رساله می‌نویسن، در هنگام نگارشش با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشن به دلیل اینکه استاد محترم به اون مباحث تسلط نداره و مجبورن که یک استاد رو از بین اساتید انتخاب کنن. خارج از دانشگاه معمولا شما نمیتونید استادی رو انتخاب کنید. در بهترین حالت میتونید مشاور بگیرید، از کمک‌های مشاورین خودتون استفاده کنید. اما همچنان این دوره آموزشی با اون دوره پژوهشی یک حفره خیلی عمیق بینش وجود داره. یعنی شما دانشجویی دارین که چیزی نیاموخته، اصلا روش تحقیق نمیدونه. راست، من نمیدونم دوستان دیگه برخورد کردن یا نه، من بسیاری از مقالاتی که برای داوری میاد نگاه میکنم میبینم نه نوشتن چکیده رو بلده، نه نوشتن مقدمه رو بلده. خب این دانشجویی هستش که هم در دوره لیسانس، هم در دوره فوق لیسانس، هم در دوره دکتری خودش روش تحقیق خونده، پس چطور ممکنه نتونه بنویسه؟ من بارها با خودم یه نمونه چرا از دیگران مثال بدم، از خودم میگم، من وقتی که دوره آموزشیم تموم شد واقعا روش تحقیق نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. بل اجبار در کلاس های مختلف شرکت کردم، در کلاس های خارج از نظام آموزشی رسمی، مثلا در دایره المعارف بزرگ اسلامی، در دورهای ویراستاری و دورهای روش تحقیقشون شرکت کردم، جاهای مختلف، و سعی کردم بیاموزم و دیدم همه دوستان منم هم همین مشکل رو داشتند. خب من فکر میکنم ما نیازمند یک بازنگری در شیوه جذب دانشجوی دکتری هستیم. اگر میخوایم دانشجوی دکتری متخصص داشته باشیم، باید از ابتدا مشخص کنیم این روی چی میخواد کار کنه. و وقتی میخواد روی چی کار کنه، استاد راهنماش مشخص باشه، اون استاد راهنما میپذیره با این دانشجو این دوره رساله رو بگذره میگه. وگرنه شما فقط یک دانشجو بگیرین بیاد بدون علاقه، مثل خیلیایی که من دیدم، روی یک موضوعی کار کنه، حالا به این امید که در طی زمان بهش علاقه مند بشه. چون میدونی نوشتن رساله یک پروسه زمانبره، شما بدون اراده و علاقه نمیتونید موفق بشید. شما تا زمانی که به موضوع رساله خودتون علاقه نداشته باشین، اون پشتکار لازم برای پیش بردنش رو ندارید. و خب بیش از این چی بخوام بگم؟ من فقط میتونم بگم که راهکارهایی که من گفتم همه به صد پول میخوره که آقای دکتر با همون یک کلام خودشون در واقع همه ختم کلام رو گفتن. خب البته من یه خواهش میکنم، من البته یه نکته اینجا بگم که دانشجویی که میاد به فرض مثلا یک موضوعی میخواد کار کنه که استاد نداریم، این هم هست، یعنی فقط این که بیاد. حالا فرض گیرم من به عنوان یک دانشجوی دکتری اومدم تو مسابقه دکتری نشستم و استادایی که اونجا نشستن طبیعتا از من میپرسن میخوای درباره چه موضوعی کار کنی، من موضوع رو میگم. خب طبیعتا اگه باش اونجا که هست، اگرم نباشه بالاخره با توجه به رتبه ای که آوردم اینها مجبورم منو بگیرن، اگر هم که حالا باز هم که رد بشم به خاطر موضوع منه، حالا موضوع با خودم استاد بردارم کجا کار کنم. دو تا یا سه تا دانشگاه داریم، حالا اصفهان هم که الان دانش دکتری مثلا نمیگیره، مشهد هم که یک سال در میون شده، اتفاقا کامنت هایی که گذاشته بودن خیلی از اعتراض هایی بود که چرا ما اصلا اینجا دانشجوی دکتری نداریم، سالی مثلا 3 یا 4 تا دانشجوی دکتری میگیره، بعد اون دانشجو کجا بره؟ دانشجویی که واقعا استاد نیست براش. این راهکاریه که خود گروه ها باید در نظر بگیرن. ما قرار بر این نیست هر کسی که نقد وارد میکنه یا انتقاد میکنه، اولا بگم اینجا اگه انتقادی شد هدف تعالی گروه ها بوده، خدای ناکرده به معنی بی‌ادبی و بی احترامی از جانب بنده نیست، ولی واقعیت اینه که الزام نداره کسی که انتقاد میکنه راه حل نرائه بده. ما راهکار رو اگه بیان میکنیم این هستش که این یک راهکاری است برای اینکه شما بتونید این مشکلات رو برطرف بکنید. ممکنه گروه بگه من چنین امکانی رو ندارم، نمیتونم. خب دیگه این دیگه خارج. به نظر من قرار نیستش ما همیشه مخترع باشیم.
قرار نیست همیشه ما بیاییم یک چیزی رو از اول شروع کنیم به ساختن تا انتها. میتونیم از تجربیات گروه های تاریخ در دانشگاه های کشورهای دیگه بهره‌مند بشیم. اینکه دوستان ما در اونجا که میدونیم تعداد خیلی زیادی از دانش آموختهای دانشگاه های خود ما هستن، از اینجا میرن به خارج از ایران و وقتی به خارج از ایران میرن در اونجا آموزش میگیرن، از اونها بپرسیم شما به چه روشی میآموزید؟ شما که این رساله رو انتخاب کردی داری کار میکنی، آیا از ابتدا برات مشخص بوده؟ آیا در وسط کار مشخص شده؟ بعد از پایان دوره آموزشیت برات مشخص شده؟ کدوم هستش؟ اینها خارج از حوزه دانش آگاهی بنده هستش. خواهش میکنم. خیلی ممنون که پاسخ خوب بودید آقای دکتر. اگه میخواید ادامه بحث رو انجام بدید، یا من یک سوال کلیدی، اینم البته مرتبط هست اما خارج از یه ذره حوزه است، ولی اینم ارتباط پیدا میکنه. من یک چند تا نکته اگر اجازه بدید در ادامه بیان بکنم، یه قدم هم از اون چیزی که آقای دکتر مطلب کاری آوردن هم بتونیم جلوتر بریم. آقای دکتر باز تشکر میکنم ازتون. ببینید، بله، ما با صد مهم پول در حقیقت رو در رو هستیم، مواجه هستیم. این یک مانع بسیار بزرگه برای همه، برای اجرایی شدن همه اون برنامه های خوبی که در ذهن داریم. اما چیکار میشه کرد؟ یک مورد رو آقای دکتر گفتن و اون البته لازم هست احتمالاً بعضی از قوانین رو ما تغییر بدیم در وزارتخانه، اینا باید تغییر بکنن، ولی استفاده از حمایتی است که ممکنه خیرین بتونن انجام بدن یا بنیادهای خیریه بتونن انجام بدن، برای اینکه یک اسکالرشیپ برای یک کرسی جدید بتونه پدید بیاد در یک دانشگاهی. میدونید بعضی از ایرانی‌های نیکوکار و دانش دوست کمک کردند برای مثال یک کرسی دانشگاهی در، فرض کنید، انگلستان. خب چرا اونها این کار رو در ایران انجام ندن؟ با هزینه‌های بسیار کمتر همون کار رو در ایران میشه انجام داد. بنابراین یک راه حل میتونه این باشه. یک راه حل هم میتونه در حال حاضر، ما از لحاظ تئوریک این راه حل رو داریم البته، منتها خیلی ازش استفاده نمیشه باز به دلایل خودش، و اون اینه که میدونید اعضایی که در دانشگاه استخدام میشن اعضای آموزشی هستن یا آموزشی پژوهشی هستن که باید این تعداد درس بدن، و این تعداد درس دادن هم مانعی هست برای ارتقای کیفیت آموزش، و هم دوم یک مانع بزرگی هست برای پیوستن اعضای جدید به گروه های تاریخ. بذارید من اینجا به اون نکته خیلی مهمی که آقای مهرابی گفتند برگردم. آقای مهرابی گفتند که ما درس باستانشناسی نداشتیم و این رو کسی تدریس نکرد. خب این حرف بسیار درستیه و درس باستانشناسی خیلی خیلی لازم بوده، اما گروه تاریخ چه کار میتونه بکنه؟ گروه تاریخ دو تا راه داره، یا یک باستانشناسی که داره وجود داره مثلا در همون دانشگاه در دپارتمان باستانشناسی رو دعوت بکنه بیاد یک درس در گروه تاریخ درس بده، دو تا درس در گروه تاریخ درس بده، یا اینکه یک باستانشناس رو استخدام بکنه. خب راه اول در دانشگاهی مثل دانشگاه فردوسی نیست، چون دانشگاه فردوسی اصلا رشته باستانشناسی نداره که بخواد از اون دپارتمان کسی رو بیاره. در دانشگاه تهران میشه این کارو کرد البته. راه دوم اینه که یک باستانشناس استخدام بکنه، ولی مسئله مهم این میشه که این عضو باستانشناس استخدام شده همونطور که گفتم باید بتونه 24 واحد در طول سال تجهیز بکنه، احتمالاً چیزی در این حدود، و دو واحد یا چهار واحد با درس‌های مرتبط با باستانشناسی فرض کنیم تامین بشه. برای حدود 20 واحدش واقعا گروه باید چه کار بکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ اگر فرض کنیم استخدام بکنه، باید درسهایی رو به هر صورت به او واگذار بکنه که موظفی او پر بشه، وگرنه یک مشکل اساسی برای این شخص به وجود میاد یعنی 20 واحد رو ممکنه مجبور بشید به یک باستانشناس درجه یک که کارشو به بهترین نفع انجام میده واگذار بکنید، که برای اون 20 واحد اساسا تخصصی نداره و آمادگی نداره. خب همون چیزی میشه که همون گلایه بسیار بزرگی میشه که اصولا دانشجوها دارن. دانشجوها اصولا از این مسائل گلایه دارن و گلایه‌شون هم البته به حقه. گلایه بسیار درستیه. یک راه حل این هستش که دانشگاه‌ها از امکان استخدام استاد پژوهشی بیشتر استفاده بکنن. استادهای پژوهشی در حقیقت تکلیف آموزشیشون خیلی کمتره. یعنی با واحدهای کمتر تدریس میتونن در حقیقت
به کارشون ادامه بدن. در مقابل تکالیف پژوهشیشون بیشتره، اونها باید به مقدار بیشتری مقاله بنویسن و کار پژوهشی انجام بدن تا یک استاد آموزشی. دست کم پیشنهاد، یک پیشنهاد میتونه این باشه که دانشگاهی مثل دانشگاه تهران، مثل دانشگاه فردوسی، مثل دانشگاه اصفهان، مثل دانشگاه شهید بهشتی یک ترکیبی از استادهای آموزشی و پژوهشی رو، نیروهای آموزشی و پژوهشی رو کنار هم بیارن و بنابراین این گروه ها دستشون باز میشه. گروه ها میتونن باستانشناسی استخدام بکنن که عضو پژوهشیه، واحد های کمتری البته داره ترس میده ولی مشکلی براش پیش نمیاد و این کسری که هست، این کسری در حقیقت با واحد های پژوهشی، با مقاله‌ای که می‌نویسه و تحقیقی که انجام میده در حقیقت برطرف میشه. وگرنه من اساساً فکر نمی‌کنم در این وضعیتی که هست با ادامه دادن این شیوه استخدام استادهای آموزشی اصولاً بشه خیلی در آینده نزدیک با فرض اینکه وضعیت اقتصاد هم به هر حال روبه بهبود بره، ولی قرار نیست معجزه اتفاق بیفته، که به نظرم نمیرسه اساسا بشه کار خیلی زیادی رو انجام داد. یعنی بیشتر از بروز کردن سیلابس های درسی، اضافه کردن یک یا دو درس، حذف چند درس، عملا کار خیلی بیشتری نمیشه انجام داد. این ساعت اصولا همه تلاش های ما متوقف میشه. ولی به نظر من این مسئله تامین بودجه رو میشه از این طریق تامین کرد. میدونید ایران جز اون کشورهایی نیستش که سیستم آموزش عالیش بر مبنای منطق بازار باشه. در جایی مثل آمریکا اینطوری هست، اونجا استادی که استخدام میکنن به این شرط استخدام میکنن که بتونه برای اون دانشگاه که البته خصوصی هست بتونه پول بیاره. دانشگاه اساسا گنجی نداره که به استادهایی رو استخدام بکنه که هیچ عرض کنم سوداوری براش ندارند، این کارو نمیکنه. بنابراین میبینید مثلا رشته هایی مثل مطالعات ایرانی، مطالعات ارمنی، مطالعات چیز خیلی کوچیک موندن تو آمریکا، چون اینها گردش مالی خیلی زیادی ندارند. بنابراین تامین مالیشون خیلی محدوده و بنابراین رشد نمیکنند. البته مدل آمریکایی اساسا در ایران قابل اجرا نیست و نباید اجرا بشه، چون این عوارض خیلی بدی داره. در ایران اگر به فرض بخواد به این سمت بره که نمیره و شرایطش هم اصلا وجود نداره. در اینجا اصولا آموزش عالی تا حد زیادی متکی است به بودجه های عمومی و این البته مشکلی از اون طرف ایجاد کرده که در جایی که لازم بود فکر کنن که خب به اندازه کافی دانشگاه داریم، به اندازه کافی داریم فارغ التحصیل میدیم، اینقدر در سطح این رو گسترش ندیم، اینو در عمق ببریم جلو، رشته های جدیدتر بیاریم، دانشگاه های بیاریم که گرایش های جدیدتر بیان، گرایش های میان رشته ای رو بیارن. میدونید این نشده، این امکانش پیش نیومده، چون اینقدر دیگه این دستگاه آموزش عالی ایران هزینه زا بوده که دیگه مدیر ارشد اساسا ترس داره که یک رشته جدید رو بیاره. یه رشته جدید به معنای فارغ التحصیلان جدید، به معنای بار مالی جدید، به معنای مسائل جدیدتره و اصلا به اون سمت نمیره متاسفانه. ما باید ببینید یک راه حل ها باید ناظر بر این باشه که یک تامین بودجه بکنه و دوم این از لحاظ قانونی ترتیبی اندیشیده بشه که جلوی رشد بیرویه رشته های جدید، گرایش های جدید رو هم بگیره. یعنی اگر چند تا دانشگاه، 4 تا دانشگاه، 3 تا دانشگاه، 2 تا دانشگاه، 1 دانشگاه اگر نمیشه، شرایطش نیست، مثلا فقط دانشگاه تهران بیاد چند دپارتمان جدید رو بیاره، اما در حقیقت تمام فکرها رو وزارتخانه بکنه که چون ما بیشتر از فرض کنید 10 نفر به فارغ التحصیل کلاسیسیست احتیاجی نداریم، متخصص یونان و روم احتیاجی نداریم، نیاییم این رو توسعه بدیم در دانشگاه‌های دیگه، نیاییم این رو تعداد دانش آموخته رو به جای 10 نفر بکنیم 20 نفر، 30 نفر، این کارو نکنیم، یک چیزی، یک ترمزی بتونیم جلوش داشته باشیم. با فکر کردن به این مسائل و شاید با این راه حل‌ها شاید بشه بعضی از این برنامه‌ها رو عملی کرد، وگرنه با این شرایط و با همین فرمان که داریم جلو میریم کار خیلی زیادی غیر از همون مسئله بروز کردن سیلابس و اون هم تازه خیلی محدوده. ببینید سیلابس بروز میشه، بسیار خوب، بسیار خوب، ولی من معلم که میخوام برم درس بدم من هم باید بروز باشم.
درسته؟ بهترین سیلابیس شما ببینید وزارتخانه تصویب بکنه، برنامه بسیار بروزی باشه، ولی من بروز نیستم، من معلم بروز نیستم، من معلم بروز نیستم. چرا؟ چون دارم صبح تا شب درس میدم، صبح تا شب دارم درس میدم، اصلا وقت ندارم حتی تو تخصص اصلیم خودم رو بروز بکنم. خب یعنی میخوام بگم که حتی همون موارد هم احتمالاً با این که با عملی شدنش ما دچار مشکل میشه. خیلی ممنونم آقای مهرابی، طولانی تر از یه چند تا کلمه شد، ولی بخیر. خواهش میکنم استاد، لطف کردیم، ما استفاده کردیم. حالا یک سوالی که ایران باستان باش درگیره و این رو یکی از اساتید مردم دانشگاه فردوسی هم پرسیدن، گفتن که چرا در ایران باستان جدال برای وجود یا عدم وجود بسیاری از متغیرهای کشورداری در ایران باستان شکل گرفته؟ این بنیان اجتماعی داره یا سیاسی؟ و اینکه پژوهشگران ایران شناسی باید وقت و انرژی خودشون رو صرف پاسخ به وجود آنچه در ایران باستان وجود داشته بکنن یا به کار علمی بپردازن؟ خب طبیعتا کار علمیه، ولی این داره واقعا هم داره آسیب میزنه به رشته ایران باستان. و چگونه میشه این محیط آکادمیک رو از این جدال‌ها برحذر داشت که واقعا هم ایران باستان خیلی وارد این جدال‌ها شده؟ حالا اینم سوالی که از دیدگاه علوم سیاسی پرسیده شده. آقای دکتر شما بفرمایید. هر کدوم والا من رو راست متوجه منظورشون نشدم از سوال. واقعیت من بیشتر من دقیقا متوجه نشدم. بفهم. بیشتر منظور ایشون اینه که این متغیرهایی که کشورداری، سیستم کشورداری در ایران باستان شکل گرفته، چرا شکل گرفته و این آیا بنیان سیاسی داره یا اجتماعی؟ پژوهشگران باید وقت خودشون به این، یعنی چجوری ما این محیط دانشگاهی رو از این آسیب‌های سیاسی که داره درباره ایران باستان شکل میگیره رو کشورداری امروز منظورتونه؟ بله. یعنی دیدگاهی سیاسی که امروز وجود داره؟ بله. که ایران باستان رو میگن داره میبینه آشیه. واقعیت اینه که یه سری اغراض رو نمیشه کاریش کرد. یعنی کسی که صدای من میاد خدمتتون؟ بله. یک سری دیدگاه رو من متخصص تاریخ نمیتونم کاریش بکنم. کسی که مثلا برفرض فکر میکنه اگه رشد تاریخ ایران پیش از اسلام به ضرر رویکردهای سیاسی موجود هستش، من چه کاری میتونم باشه انجام بدم؟ من صرفا میتونم بگم که از نظر من ایران یک ظرفه و هر گونه اندیشه‌ای مظروفه. یعنی این ظرف در یک زمانی از تعالیم زرتشتی سیراب شده، بعد از تعالیم اسلامی در دوران صفوی به بعد به طور اخص تشیع. خب من الان به این آدمی که میاد با دیدگاه سیاسی خودش میخواد بر علیه تاریخ نگاری در ایران پیش از اسلام یا تاریخ نگاری مربوط به ایران پیش از اسلام اظهار نظر بکنه چیزی نمیتونم بگم. واقعیت من رو راست یه مدتی توی کلاب هاوس تو این بحثای بین افراد قومگرا یا قومیتگرا وارد شدم و بعد به این نتیجه رسیدم که اینا بحثای علمی نیست و وقتی نیاز من رو برآورده نمی‌کنه به یک بحث علمی، بهتر که واردش نشیم. ما به عنوان متخصصین نمیتونیم وارد این قضايا بشیم، یعنی منطقی نیستش. اگه بخوایم وارد این قضايا بشیم باید با کسی بحث کنیم که از این تخصص سر رشته‌ای نداره. نتیجه‌اش هم این میشه که به طور مرتب وقت و انرژی خودمون رو هدر میدیم، با کسی صحبت میکنیم که دلش نمیخواد بیدار بشه. خب دیگه بحث کردن هم بیفایده است، اگه منظورشون رو درست متوجه شده باشم. وگرنه من در زمینه اندیشه سیاسی کار خودم انجام میدم، می‌نویسم. اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام موضوع رساله بنده بوده، در عصر ساسانی البته به طور مشخص موضوع رساله من بوده. من تو این زمینه کار کردم، الانم یه چیزی اولش فکر می‌کنم 9 ساله دارم روی این موضوع کار می‌کنم و خوشبختانه به نظر من اینقدر بحث پرباری هستش که از اون میشه به نتایج دیگری دست یافت و به سود جامعه ایرانی هستش که با ریشه های اندیشه سیاسی خودش آشنا بشه. ولی اینکه یه کسی بخواد به نیت این که تختعه بکنه وارد بحث بشه، به نظر من بحث کردن باهاش بیفایده است. اگه منظورشون این هستش، من بازم مطمئن نیستم که درست متوجه شدم منظورشون. میدونم بله، منم فکر میکنم منظورش این بوده که در حقیقت این جدالی که امروزه منظورشون حکومت امروزی و یا افرادی که امروزه به باستانگرایی آقای مهرابی، تاریخ همیشه یک دانش ایدئولوژی بوده. دانش رو من
به معنی ساینس به کار نمیبرم. همیشه یک دانش، یک معرفت ایدئولوژیک بوده، در همه جای دنیا وجود داره. شما در لیبرال ترین کشور هم برید با دیدگاه ایدئولوژیک نظام آموزشی تدریس میشه. اون کسی که میاد با دیدگاه ایدئولوژیک بحث رو شروع میکنه، نمیخواد جوابی بشنوه از شما، میخواد حرف خودش رو بزنه، پس عملا بحث شما هم بیفاید است. نظر من اینه، حالا شاید اساتید دیگه نظر بیده. بنیان اجتماعی داره یا یک بنیان سیاسی داره؟ مطمئنا بنیان سیاسی. ببینید اینطوری بهتون بگم، این موضوع بحثی هستش که من و آقای دکتر جان با هم دیگه چند روز پیش داشتیم و ایشون در مورد مباحث هویتی صحبت کردن. بعضی ها از این مسئله سوء استفاده میکنن برای برای پیش بردن اغراض قومیتی و رو راست بهتون بگم تجزیه طلبانه خودشون. ببینید تاریخ برعکس اون چیزی که بسیاری از این آقایون فکر میکنن، بستر وحدت فرهنگی هر کشوری رو تشکیل میده. شما ببینید ایران تنها نمیخوام وارد مباحث هویتی بشم، ولی به نظر من ایران تنها کشوری هستش در منطقه خاورمیانه که تاریخ و جغرافیای متناسب با خودش رو داره. شما الان اگه بخواید بیاین در مورد ایران صحبت کنید، میتونید به طور مشخص یک کتیبه نشون بدین که واژه ایران درش اومده. اگه در مورد ایران شهر صحبت کنید، میتونید به طور مشخص نشون بدین که کتیبه‌ای هستش که واژه ایران شهر اومده. اگه در مورد اریاچیسرا میخواین صحبت کنید، به طور مشخص نشون میدین این کتیبه در مورد اریاچیسرا صحبت کرده، تبار ایرانی، تبار آریایی و زمانمنده، یعنی زمانش به 2500 سال پیش برمیگرده. همسایه خودمون رو نگاه کنید، ترکیه. ترکیه واقعا نمیدونه که خودش رو به کدوم ریشه ببنده. از هتیا شروع میکنه، سومری ها رو در نظر میگیره، فقط در اینکه بگیم ما از گذشته در اینجا بودیم. اورارتو رو من دیدم جدیدن خودشون رو منتسب میکنن. خانم سورماز آشقای مورخ آذربایجانی اومده گفته تمدنی که در جنوب دریاچه ارومیه در هزاری دوم پیش از میلاد بوده، تمدن مننا، این ریشه های آذربایجان امروزی، آذربایجان که تازه ما میدونیم اسمش هم از آذربایجان ایران برداشته. ببینید اینها نیازمند جلب تاریخ هستن، ولی ما نیازمند جلب تاریخ نیستیم. ما تاریخ مستند و مستدل داریم. و اگر کسی فکر میکنه با زدن ریشه تاریخ ایران پیش از اسلام به هویت ایران امروزی کمک میکنه، به نظر من به طور مشخص داره اشتباه میکنه، داره ریشه خودش رو میزنه. مثال بارزه کسی که روی شاخه درخت میشینه و اره برمیداره شاخه رو میبره. هیچ گونه مظروفی نمیتونه ظرف رو از بین ببره، اگه از بین ببره خودش از بین میره. پس این رو قبول کنیم که به این ظرف احترام بذاریم و ما هم قبول بکنیم هر مظروفی در دوره خودش قابل احترام هستش. باید به نهادهای ایدئولوژیک هم به نظر من این مسئله توسط اساتید، توسط متخصصان، توسط نویسندگان تذکر داده بشه و گفته بشه. قرار نیستش هر کسی وارد، من نمیخوام وارد این مباحث بشم، یه جوری منو مجبور کردین که بیام روی مسائل هویتی صحبت کنم، در حالی که ما قبلا با آقای دکتر جان توافق کردیم که وارد این مسائل نشیم. حالا اگه آقای دکتر نیازمند این هستن، چون ایشون خودشون متخصصن، اگه نیازمند این هستن وارد این مباحث بشن، بهتر از بنده میتونن توضیح بدن. ولی خلاصه کلام خدمتتون عرض میکنم، ما به عنوان متخصص تاریخ با کسی که گوشش رو باز میکنه و میشنوه هم کلام میشیم، ولی کسی که گوشش رو میبنده، کسی که خودش رو میگن کسی که خوابیده میشه بیدارش کرد، کسی که خودش رو به خواب میذاره نمیشه بیدارش کرد. من چطوری آقا رو بیدار کنم یا اون خانم رو بیدار کنم؟ رو راست من دیگه از این بحث‌های هویتی خسته شدم و دیگه واردش نمیشم. الانم اگه گفتم صرفا به خاطر این بودش که یه جوری در معذوریت قرار گرفتم بلش بار. عذر میخوام. خب چون خواهش من از آقای دکتر جان عذر میخوام، تو قرار نبود وارد این مباحث اصلا بشی. وقتم زیاد نیست. خیلی از دوستان حالا به چیز اعتراضی دارن، به اساتید، به گفته‌های شما و اینکه البته ما هم اینجا نگفتیم که دانشجوها مقصرن، اینجا هم به نوعی اومدیم گفتیم نظام آموزشی صحبت کردیم، ولی گفتن که آیا گروه‌های تاریخ اقدامی برای اصلاح نظام آموزشی انجام دادن، تا چیکار کردن، مثلا راهکاری برای مقابله با این پایان‌نامه‌هایی که خود گروه‌ها میدونن، واقعا اساتید میدونن دانشجو پولی داره پایان‌نامه می‌نویسه، چیکار کردن؟ یا اینکه خیلی از اساتید زبان خارجه بلد نیستن، گاهی میگن اختلاف بین خود اساتید هم وجود داره،
یعنی همه اینها رو الان دانشجو کامنت گذاشتن. و یه چیز دیگه هم که هست، باز هم میگم به گروه آموزشی مربوط میشه، این نقد خودم هست به گروه آموزشی، اینه که خب حداقل اجازه بدن دانشجو اگر استادی نداره تو اون گروه تاریخ، اجازه بدن از یه گروه دیگه برداره، این که دیگه سخت نیست. یعنی دانشجو اومده واقعا میبینه که نمیتونه، استادی نداره اونجا، مثلا توی یک دانشکده دانشگاهی داره درس میکنه، ولی مثلا توی خارج از کشور حتی وجود داره استاد، یا حتی حتما صرفی که استاد مشاور باشه نباش، استاد راهنما برداره، ولی این رو گروه ها اجازه نمیدن. فکر کنم حالا من دقیق نمیدونم، این رو حداقل میتونن گروه ها انجام بدن، این اجازه رو بدن. اینها سوالاتی بود که حالا آقای دکتر شما بفرمایید. خواهش میکنم. بله، با آقای این سوال یکی مونده به آخرتون، سوال بسیار مهمی بود و اتفاقا چند شب پیش که با آقای دکتر مطلوب کاری با همدیگه صحبت می کردیم، قرار شد وارد مسائل تئوریک نشیم و اگر قرار شد به این مسائل بپردازیم، این در یک جلسه دیگه باشه که هم راجع به این مسائل صحبت بکنیم و اگر لازم شد در مورد مسائل تحقیقی و پژوهشی هم صحبت بکنیم. میشه در مورد مقاله، در مورد کتاب‌ها و اینها هم صحبت کرد، آسیب شناسی کرد، ولی چون اونها مسائل بسیار پیچیده دیگه ای رو پدید میارند که در یک جلسه نمیشه بهشون پرداخت، قرار شد ما فعلا وارد اونها نشیم. همین حد که آقای دکتر مطلوب‌کاری زحمت کشیدن و توضیح دادن به نظر من کفایت میکنه، من وارد اون مسئله اصلا نمیشم. ولی این سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن در مورد زبان خارجه و اینکه وضعیت زبان خارجه، بله، اول صحبت ها من گفتم که ما داریم دانش هایی رو آموزش میدیم یا سعی میکنیم آموزش بدیم که اصولا اروپایی ها، آمریکایی ها، غربی ها به طور عمده البته این دانش ها رو پدید آوردن و توسعه دادند و ما البته خب در سالیان اخیر خیلی بیشتر وارد شدیم، ولی در خیلی از این هیته ها، در خیلی از شاخه ها هنوز ما خیلی نقش پررنگی نداریم. برای مثال در زمینه فیلولوژی ایرانی، اون بخشی که مربوط به فیلولوژی ایرانی باستانه، اوستاس یا فارسی باستانه، ما هنوز در ایران خیلی خوب نیستیم، یعنی بهترین تحقیقات هنوز توسط غیر ایرانی ها انجام میشه. بازم دلیل داره، اون هم دلیلش اینه که کسی که اوستا کار میکنه، کسی که فارسی باستان کار میکنه، حتما با یک بکگراند مطالعات هندو اروپایی، فیلولوژی هندو اروپایی میاد. بازم همون مسئله ای که یک بکگراندی داره، یک دپارتمان موازی هست، دپارتمان مطالعات هندو اروپایی، از اونجا میاد و این دانش با یک زمینه دانش اینچنینی میاد و این رو کار میکنه. در مورد اما در مورد زبان خارجه، من اساسا فکر نمی کنم ممکن باشه که گروه های آموزشی تاریخ در زمینه زبان های خارجی بتونن تصدیگری بکنن. یعنی به عبارت دیگه کار آموزش زبان خارجه عرض می کنم واقعا نمیتونه بر عهده گروه های تاریخ نهاده بشه. گروه های تاریخ میتونن یک درس، دو درس زبان تخصصی داشته باشن، این اشکالی نداره و سودمند هم هست خیلی از اوقات، ولی چیزی بیشتر از این واقعا در برنامه درسی امکان گنجاندنشون وجود نداره. اصولا باید به شکل مناسبی این مسئله زبان رو محول کرد به دانشجو. مراکز بسیار خوبی هستن، این مراکز ممکن در دانشگاه باشن یا در بیرون از دانشگاه، که به بهترین نحو میتونن زبان آموزش بدن. و دانشگاه کاری که باید بکنه اینه که در بعد به ورود مدرک زبان بخواد، یعنی باید بره به این سمت. و دانشجو خودش میدونه دیگه، پیشا پیش میدونه که برای اینکه شما وارد فلان دپارتمان و فلان رشته بشید، باید مثلا مدرک مثلا تا سطح سیوان برای مثال در زبان انگلیسی پیشرفت کرده باشید، برای مثال میگم. و اینو پیشا پیش تکلیف خودش رو میدونه، چند سال قبل برنامه ریزی کرده، کورس گرفته، کلاس رفته و اینها رو انجام میده. اما این که گفتن که استادانی که ممکنه زبان خارجه ندونن، ولی حقیقتا این ممکنه موردی باشه، ولی تا جایی که من آشنا هستم استادهای مطالعات ایران باستان زبان خارجی رو خیلی خوب میدونند و معمولا هم به خصوص در زبانهای باستانی ایران بیشتر از ناگزیر هستن بیشتر از یک زبان خارجه رو بدونند. اگر موردی هست از استادهای ایران باستان، تاریخ ایران باستان که زبان خارجه نمیدونه،
من حقیقتا نمیشناسم و این خیلی چیز عجیبیه، یعنی چیز موردی هست و ما در مورد این چیزای موردی صحبت نمی کنیم. بله نه درست، منظورش تاریخه، یعنی میتونه حتی معاصر هم باشه. خب اجازه بدید این بر عهده جواب دادن به این سوال رو بسپریم به همکارانمون که در شاخه‌های دیگه دارن تدریس میکنن و اونها میتونن بهتر توضیح بدن که احیانا اگر چنین چیزی هست چرا هست و چه راه‌حل‌هایی براش میتونه باشه. ولی فعلا برای ما البته مسئله زبان یک مسئله حیاتیه، مسئله مهمیه. من خودم در یک دپارتمان تاریخ یکی از مسائل عمده‌ای که دارم اینه که دانشجویانم به قدر کفایت زبان نمیدونند، رو اونها رو تشویق میکنم، رو اونها فشار میذارم، ولی میدونید به هر حال فقط یک تا یک حدی میتونید کار بکنید، تا یک حدی میتونید انتظار داشته باشید. مثلا در یک ترم دانشجویان من بهم گفتن که بعد از اینکه یک کتاب درسی که به زبان انگلیسی بود رو در حقیقت تمام کردم، به من گفتن که بخش بزرگی از زمانی که صرف شد برای فهمیدن این جملات صرف شد، یعنی معلوم بود انگلیسیشون خب خیلی خوب نبود. دانشجویان یک کلاس به من گفتن که خیلی ترجمه کردنش وقت برامون برد و من تعجب کردم، گفتم که خب قرار نبود ترجمه بکنید، چرا ترجمه کردید؟ بعد خب معلوم شد که به اندازه کافی با زبان نمیدونستن که پیش خودشون آمده بودن، چند تکه کرده بودن، ترجمه کرده بودن. این مسئله هست. ببینید فکر میکنم راه حل همینه، راه حلی که همه جای دنیا هم هست اینه که دپارتمان همون اول میگه که شما میخواید فوق لیسانس تاریخ باستان بخونید، ما از شما انتظار داریم تا این سطح از صدای دکترم قطع شد، یک لحظه قطع شد و دانشجو خودش میدونه چی کار بکنه دیگه. یه چیز مثبت البته من دیدم، اجازه بدید این یه نکته رو بگم، من البته به طور معمول زبان انگلیسی تدریس نمی کنم، ولی در یک سال اخیر به دلایلی این کار رو کردم، هم در دوره کارشناسی ارشد و هم در دوره لیسانس، و شاید عجیب باشه ولی من یک لول بالاتری در زبان انگلیسی دانشجویان لیسانس دیدم و این نشون میداد نسل جدیدی که 18-19 سال است این سن رو داره، به نظر میرسه توجیه بهتری شده که زبان انگلیسی مهمه. معلوم شد بخش بزرگی از اونها برنامه مجزا دارن برای زبان انگلیسیشون، به آموزشگاه های معتبر میرن، خانواده ها این ضرورت رو ظاهرا بهتر درک کردن. این شاید یک نشانه خوب باشه. البته با دانشجویان یک سال هم حقیقتا خیلی نمیشه نتیجه خیلی بزرگی گرفت، باید دید که آیا این در سالهای آینده هم آیا تکرار میشه یا نه، ولی این چیز جالب خوبی بود، اینکه خانواده به این نتیجه رسیده که دانش آموزش باید در کنار درسهای دبیرستانیش برای مثال باید بره هزینه بکنه براش، آموزشگاه بفرسته و زبان یاد بگیره، هزینه میکنه براش، هزینه کرده براش. معلوم بود چنین چیزی اتفاق افتاده. امیدوارم که این دامنه دار باشه و این جدیتر بشه، خانواده های بیشتری به این نتیجه برسن که دانشجویی که میخوان به دانشگاه بفرستن، حالا هر زمینه یو میخواد دنبال بکنه، میخواد ادامه تحصیل بده یا میخواد وارد بازار کار بشه، این مسئله زبان خارجی خیلی مسئله مهمیه. کاری که گروه میتونه بکنه همینه که من خدمتتون گفتم. بفهم. خیلی ممنون، استفاده کردیم آقای دکتر. فقط اینکه باز همون مشکل اصلی فکر کنم برمیگرده به گروه های آموزشی تاریخ، که بحثی که گفتم میتونن واقعا ارجاع بدن دانشجو رو به خارج از اون دانشکده یا اون دانشگاه، اما خیلی جا میبینی که محدودیت و این نمیدونم واقعا اثری خود گروهی کارو میکنه یا نه، این سیستمش از کجاست، یعنی گروه نمیتونه واقعا اجازه بده دانشجوی خارج از اون گروه آموزشی که مثلا تو اون دانشگاه هست بره استاد راهنما برداره بیرون یا نه؟ متاسفانه نمیشه، بنابر قوانین دانشگاهی استاد راهنما حتما باید از خود همان دانشگاه باشه. اولا که باید از خود گروه باشه و تازه با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه و به فرض قانع شدن اعضای این شورا میشه یک استاد راهنما از خارج از گروه اما در همان دانشگاه گرفت، در همان دانشگاه گرفت و از لحاظ قانونی این امکان وجود نداره. البته کسانی که مخالف در حقیقت این قانون رو گذاشتن هم توجیهات خودشونو دارن، مسائل مهمی هست،
یعنی باید باز دوباره این که چرا در حقیقت اجازه ندادن که چنین اتفاق بیفته هم تا یک حدی به نظر من توجیه درستی داره، ولی بله از زاویه دید دانشجوها که بخواید نگاه بکنید، موردی نگاه بکنید، ممکنه برای بعضی از دانشجوها هم این مسئله خیلی بدی باشه، یک قانون بسیار دستپاگیری باشه. بله خب آقای دکتر، سوالی نیست، دوستان دیگه تو کامنت سوالی نذاشتن، اگه حرفی سخن پایانی دارید بفرمایید که ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر حرفی دارید، سخنی دارید بفرمایید. والا من خیلی خوشحالم که در خدمت شما و سرور گرامی دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر جان بودم. بسیار بحث خوبی بود، ولی فکر میکنم حرف آقای دکتر اصل خطاب بودش که گفتن به خاطر شرایط بد اقتصادی و با وضعیت فعلی که وجود داره احتمال تغییر آنچنانی نباید انتظار داشته باشیم. من خیلی متاسفم برای چنین وضعیت آموزشی. امیدوارم کسی گوش شنوایی وجود داشته باشه. ببینید، شما هر گرایشی از تاریخ خارج از ایران، تاریخ جهان، تاریخ اسلام، تاریخ دین، اینا همه متولیانی در خارج از ایران دارند، اما واقعیت اینه که ایران متولی تاریخش باید نظام آموزشی خودش باشه. امیدوارم روزی باشه که این دوستان ما که به خارج از ایران رفتن و با زحمات بسیار دارن میآموزند، علم‌های جدید، دانش‌های جدید، زبان‌های جدید رو میآموزند، بتونن برگردن و یک نظام آموزشی سالم و شکوفا و پویا رو شاهد باشه. شاید امید خیلی واهی باشه، ولی انسان با امید زنده است و تا اون موقع چشم داریم به تلاش‌ها و کوشش‌های اساتید بزرگی مثل آقای دکتر جم، آقای دکتر سنگاری، آقای دکتر زرینکوب، آقای دکتر قدرتی فیزجی که هر کدوم به هر حال چراغی از این دانش بومی، این پایه ایران و ایرانی رو در دانشگاه‌های مختلف کشور ما روشن نگه داشتن. من از همه‌شون تشکر می‌کنم به عنوان یک دانشجوی اساتید بزرگوار و امیدوارم که طول عمر همراه با عزت داشته باشم. ممنون از وقتتون. سلامت باشید، دوست داشتید. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، اگه شما تعریف بفرمایید که من تشکر می‌کنم. اجازه بدید منم یکی دو تا جمله صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم آقای دکتر. ولی آقای مهرابی مثل که نیستم. آقای مهرابی مثل این که فعلا ندارن. بله، مسائل مالی مسائل مهمی هستند، ولی من به یکی از اون راه حل‌ها خیلی فکر می‌کنم و اون وارد شدن خیرین و بنیادهای خیلی است به این مسئله. فعلا تنها راه شاید تنها راه باشه در شرایط فعلی، و این رو هم فراموش نکنیم بخش بزرگ از این دپارتمان‌های ایران شناسی هم همین شکلی پدید آمدن. برای مثال کورسی که شروو در اون تدریس می‌کرد تا 2015 و قبل از او فرای اونجا تدریس می‌کرد، این کورسی در حقیقت چیز هست، خیریه‌ای هست، یعنی با کمک‌های آقاخان در حقیقت پدید آمده. کورسی که خانم هینسه در دانشگاه لندن تدریس میکنه و قبلا خانم بویس تدریس میکرد، اون هم به همین شکل یک کورسی خیریه است، یعنی نیکوکاران هستن که بودجه های اینها رو تامین میکنند. اگر نیکوکاران که چه بسا بعضی هاشون اتفاقا ممکنه ایرانی باشند یا هندی باشند یا از این جاها باشند، اگر تامین هزینه کردن در اونجا خود ایران این کارو نکنند، یعنی یک راه حل به نظر من میتونه این باشه. البته امیدواریم وضعیت اقتصادی هم بهتر بشه. وضعیت اقتصادی اگر بهتر بشه، دانشگاه ها میتونن برنامه های متنوعتری رو داشته باشن، دپارتمان ها رو گسترش بدن، اعضای پژوهشی بیشتری رو استخدام بکنن، از این حالت های ترکیبی استفاده بکنن، این هم ممکنه. ولی در حال حاضر به نظر من اگر یک حرکت این شکلی هم اتفاق بیفته غنیمت و میشه فعلا این فقدان رو به این شکل جبران کرد. من هم تشکر میکنم.
از آقای دکتر مطلوب‌کاری، خیلی بحث به نظر من سازنده‌ای بود، خیلی متشکرم ازتون دوست عزیزم. آقای مهرابی که دانشجوی خود ما هستند، دانشجوی دکتری ما هستند و برای ما خیلی عزیزن، آقای مهرابی از شما خیلی ممنونم و همینطور از مؤسسه نیمروز که ما رو دعوت کردند، تشکر میکنم از گردانندگانش، از مدیرانش و همینطور از انجمنهای علمی، انجمن علمی گروه تاریخ و انجمنهایی که این مشارکت کردند در این برنامه. امیدوارم این بحث ها ادامه پیدا بکنه، همکارانم بیان و نقطه نظرات خودشون بیان بکنن، اونها هم طبیعتا احتمالا از زاویه دید دیگه میتونن به این مسائل نگاه بکنن و احتمالا راه حل های حتی خیلی بهتری از اون چیزی که شاید بنده پیشنهاد کردم بتونند معرفی بکنند. امیدوارم این بحث ها به نتایج خوبی در آینده بیانجامد. خیلی ممنونم. مرسی که آقای دکتر، آقای مهرابی حضور ندارن یا اینترنتشون مشکل داره. بله. پس شما به عنوان بزرگتر لطف بفرمایید ختم جلسه رو اعلام بفرمایید. آقای مهرابی عزیز، گویا کیفیت اینترنتتون خیلی خوب نیست. خب شاید کامنت ها رو ببندید یه ذره بهتر بشه. خب حداقل اون صداتون میاد. بله. خدا حافظتون باشه. آقای دکتر مطلوب‌کاری، خدا حافظ شما. آقای دکتر عزیز، خیلی خوشحال شدم از زیارتتون، سعادتی بود در خدمتتون بودم. ممنون جناب، خیلی لطف کردید. خدا حافظ شما. خدا حافظ.